بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. با عرض تبریک سال روز ولادت با سعادت هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت امام موسی بن جعفر علیه السلام، شخصی به نام عبدالملک ابن عتبه میگه به امام موسی بن جعفر عرض کردم یک کاغذهای نام خدا روش نوشته شده، اینا رو میشه آتش زد؟ حضرت فرمود نمیشه، مگر اینکه قبلا بشویی محبش بکنی، بعدن این مواد خامش رو بخوای آتش بزنی. عین همین مسئله راجب امام صادق سوال شده، حضرت فرمود قبلا امحوها، محوش بکن، بعدن نمیشه نامهای مقدس رو سوزوند. در این رابطه به چند تا مسئله اشاره میکنم. نکته اول این که کسی که وضو نداره حرامه اسم خدا رو به هر زبانی نوشته شده باشه اسم جلاله رو مس کنه، و بنابر احتیاط واجب فرمودن نام پیامبر، انبیا و انبیاء معصومین و حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن بدون وضو نمیشه مس کرد. نکته دوم فرمودن رساندن جایی از بدن به خط قرآن و نام خدا بر جنوب، حائض، نفسا حرام، همچنین به نامهای مقدس ائمه معصومین. نکته دیگه فرمودن کلمات مقدس در هر جا باشه، به هر شکلی باشه، باید احترامش رو حفظ کرد. گاهی رو پرچم مربوط به مناسبت‌های مذهبی نام امام حسین نوشته شده، نام اهل بیت نوشته شده، پیشانی بند، پلاکارد، برشور. ما الان در دو تا مناسبت مختلف قرار گرفتیم، شادی‌هایی که آخرشه و حزنی که در پیش هست، هر دو کلمات مقدس خودشو داره. الان از این به بعد بخوان این سیاها رو نصب کنن، پرچم ها نام مقدس اهل بیت هست، اونا رو باید رعایت احترام بشه. اینایی که میخواد جمع بشه اینها رو باید رعایت بشه. گاهی افرادی اعلامیه چاپ کردن، بروشور چاپ کردن، حالا زمان گذشته میخواد اینا رو بریزه زبال، نمیشه. باید احترام کرد. باید با اینا چیکار کنیم؟ نسبت به کلمات مقدسی که نیاز نداریم چند تا راهکار هست. کناری جمع کنیم بدیم بازیافت، یه راهش تو اداره ها رنده میکنن، پودرش میکنن. یه راهش شخصی بیاد محبش کنه، پاکش کنه، به نحوی بنره با یه موادی اون قسمتی که نوشته بود نام مقدسه اونو محبش کنه، پاکش کنه. یه مقداری کم گاهی دفن کردن، اینایی که به صورت کلان دفن کردن، تو آب روان ریختن مشکلاتی داره، ولی مقداری کمه، مثلا همین دفع کردن. ولی بهترین راه بازیافته، چه اینا رو بازیافت بشه که هم از این مواد استفاده بشه هم حتش نشه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.